طی سالهای مختلف زلزله های شدید و مرگباری در ایتالیا رخ داده. زلزله هایی که خرابی های فاجعه بار و خسارت های مالی زیادی بر جای گذاشته و جان صدها تن را گرفته است. در سال 2012 دو زلزله شدید به فاصله کمتر از 10 روز در شمال شرق ایتالیا جان ده ها تن را گرفت و باعث خسارت های مالی زیادی شد. آثار باستانی و میراث فرهنگی این منطقه نیز از آسیب های زلزله در امان نماندند. زلزله مرگبار دیگری که در ایتالیا تلفات جانی زیادی داشت مربوط به آوریل سال 2009 می شود. در این زلزله نزدیک به 300 نفر جان خود را از دست داده و هزاران تن بی خانمان شدند. کانون زلزله شهر تاریخی لکویلا بود. وقوع زمین لرزه شدید در اکتبر سال 2002 در روستایی در استان مولیز منجر به فرو ریختن ساختمان مدرسه‌ای در این روستا شد و جان 27 کودک و معلم مدرسه را گرفت. در سپتامبر و اکتبر سال 1997 میلادی به فاصله یک هفته دو زمین لرزه شدید ناحیه اومبریا مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند. این زمین لرزه علاوه بر تلفات جانی بناهای تاریخی از جمله کلیسای سان فرانچسکوی آسیزی را هم ویران کرد. در ماه مه و ماه دسامبر سال 1990 دو زمین لرزه در سیسیل ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشتند. در نوامبر سال 1980 هم زمین لرزه مرگبار منطقه کامپانیا را لرزاند و باعث کشته شدن بیش از 2900 نفر و مجروح شدن 20000 نفر در ناحیه ناپل شد. مرگبارترین زلزله در ایتالیا اما در دسامبر سال 1908 در تنگه مسینا در جنوب کشور رخ داد. این زمین لرزه شدید باعث کشته شدن 95000 نفر شد. در سال 1915 هم زمین لرزه بزرگی در ناحیه آبروتسو 30000 کشته در پی داشت. ایتالیا را هم مانند ژاپن همیشه خطر زمین لرزه تهدید می کند. این کشور از نظر لرزه‌نگاری به 174 منطقه تقسیم می شود که مناطقی از دریا را نیز شامل می شود.